خب سلام میکنم به همه دوستای خوبم به کلاس درس خوش اومدید امروز میخوایم با هم یک مفهوم مهم دیگه از الکتریسته ساکن رو یاد بگیریم مفهومی به نام میدان الکتریکی که بسیار مهم ساده و عمیق هست من مطمئنم بعد از این ده پونزه دقیقه ای که این ویدئو رو در کنار هم باشیم شما این مفهوم رو خیلی خوب یاد گرفتید اما میتونید حالا حالا بهش فکر بکنید و لذت ببرید خب بذارید ببینیم میدان الکتریکی اصلا داستانش از کجا شروع میشه جلسه قبل گفتیم که اگر من یک بار مثبت الکتریکی رو اینجا بذارم و یک بار مثبت دیگرم اینجا بذارم و فرض کنید مثلا این بار اندازش باشه Q این بار اندازش باشه مثلا Q1 بعد این بار مثبت Q به بار Q1 یک, یک نیروی در این راستا یعنی به صورت دافعه وارد میکنی یعنی یک F الکتریکی بین این دوتا پدید میاد که اندازه این نیرو طبق قانون کولن بود کا کیو ضرب در کیو یک تقسیم بر فاصله این دو بار به توان دو خب اینو که یادتون. حالا من میتونم اینجا یک چیز جالبی رو نگاه کنم مثلا فرض کنید من اینجا جای بار Q1 بیام و بار Q2 بذارم که Q1 و Q2 لزوما برابر نیستن اون وقت نیروی الکتریکی پدید میاد میشه کا ضرب در کیو ضرب در Q2 تقسیم بر دی به توان دو درسته؟ خب بین این دو عبارت بذارید اسم این رو بذارم ای 1 اسم این هم بذارم ای 2 بین این دو نیرو این قسمت مشترک هست درسته؟ یعنی انگار این بار کیوی من یک خاصیتی در این نقطه از فضا که فاصلش از اون دی هست ایجاد میکنه که من هر باری رو اونجا میذارم به اندازه اون خاصیت اسم اینو میذاریم خاصیت مثلا E به اندازه اون ای ضرب در اندازه اون باری که اونجا بذارم به اون بار نیرو وارد میشه درسته؟ خب ما الان فهمیدیم میدان الکتریکی چیه میدان الکتریکی یا E خاصیتیه که اطراف بارهای الکتریکی در فضا به وجود میاد و اندازه میدان الکتریکی ناشی از یک بار کیو هست کا کیو تقسیم بر دی به توان دو این اندازه میدان الکتریکی ناشی از بار کیو هست در فاصله دی از اون یعنی هرچی ما ازش دورتر بشیم قدرت میدان الکتریکی یا اندازه میدان الکتریکی کم میشه و هرچی بار بزرگتر بشه اندازه میدان الکتریکی بزرگتر میشه خب حالا بیاید یه کاری بکنیم الان من این دو F رو میتونم به این Q1 و Q2 تقسیم بکنم درسته من میتونم بگم که F1 تقسیم بر Q1 مساوی میشه با چی؟ E درسته K Q تقسیم بر D به توان دو و اف ای دو این اف ها همه بردارن دیگه من برای سریع تر شدن نمیذارم که اشتباه میکنم اینا همه بردارن اف ای دو تقسیم بر کیو دو اون هم میشه ای و این دو هر دو برابرن دیگه این دو ای دقیقا هر دو کا کیو تقسیم بر دی به توان دو هن در نتیجه تعریف خیلی دقیق میدان الکتریکی علاوه بر اینکه یک خاصیتیه که یک بار الکتریکی در هر نقطه از فضا ایجاد میکنه یک جور دیگه ما میتونیم میدان الکتریکی رو تعریف بکنیم که این تعریفی که کتاب درسی آورده و اون اینه که نیروی وارد بر یکای بار یکای بار مثبت در هر نقطه از فضا میشه میدان الکتریکی یعنی من هر باری میتونم بذارم در هر نقطه از فضا نیروی وارد برش رو به دست بیارم بعد اون نیرو رو تقسیم بر بار بکنم تا میدان الکتریکی به دست درسته خب پس ما الان فهمیدیم که بارها در اطراف خودشون یک خاصیتی ایجاد میکنن که ما بهش میگیم میدان الکتریکی حالا بیایید ببینیم که این میدان الکتریکی چه ویژگی هایی داره اول از همه بیایید جهت میدان الکتریکی رو به دست بیاریم این کاملا قرار داده یعنی جهت میدان الکتریکی کاملا قراردادیه و برابر جهت نیروی وارد بر بار مثبت هست یعنی اگر من در یک نقطه از فضا یک بار مثبت به این میگیم بار مثبت آزمون یک بار مثبت بذارم و در این راستا بهش نیرو وارد بشه میدان الکتریکی هم در این نقطه از فضا دقیقا در همین راستا هی. خب حالا میتونیم ما مثلا جهت میدان الکتریکی ناشی از یک بار منفی مثلا در این نقطه از فضا رو به دست بیاریم چجوری میایم یک بار مثبت آزمون میذاریم اینجا حالا اگر این بار مثبت آزمون رو بذاریم اینجا در چه جهتی بهش نیرو وارد میشه ناشی از این بار مثلا این منفی کیو در این جهت چون بارهای غیر همنام همدیگر رو جذب میکنن در نتیجه میدان الکتریکی در این نقطه از فضا در این راستا درسته خب پس ما الان فهمیدیم که تعریف میدان الکتریکی چیه و جهت میدان الکتریکی در هر نقطه از فضا چجوری به دست میاد خب حالا بیاید یک مثال ساده حل بکنیم بذارید من یه خورده اینجاها رو پاک بکنم من یه پاک کن بزرگم هم جدیدن پیدا کردم که میتونم خیلی سریع اینا رو پاک بکنم یه مثال خیلی ساده ای که میتونیم ما هم حل بکنیم مثلا فرض کنید من یک بار دارم کیو مساوی دو میکروکولن و میخوام میدان الکتریکی ناشی از بار کیو رو در فاصله مثلا 20 سانتی این بار به دست بیارم خب یعنی من یک بار دو میکروکولن یعنی مثبت هست اینجا دارم و میخوام در فاصله 20 سانتی متریش که این فاصله هست 20 سانتی متر میدان الکتریکی رو به دست بیارم اول از همه بیاید جهتش رو تعیین بکنیم جهت رو چجوری تعیین میکردیم اینو برای همیشه یادتون باشه آزمون بار مثبت یک بار مثبت میذاریم اینجا فرضی یعنی یک بار که نیست میخوایم آزمون صورت بدیم و میبینیم که در چه جهتی به این نیرو وارد میشه در این نقطه از فضا ناشی از این بار در این جهت پس میدان الکتریکی جهتش این وری هست حالا میخوایم اندازه میدان رو به دست بیاریم خیلی راحته میدونیم که اندازه میدان الکتریکی هست ثابت کولن ضرب در اندازه بار یعنی این کیو تقسیم بر فاصله به توان دو که این مساوی میشه با 9 ضرب در 10 به توان 9 ضرب در کیو چقدر هست؟ 2 میکرو کولن یعنی 2 ضرب در 10 به توان منفی 6 کولن تقسیم بره فاصله به توان 2 فاصله چقدر؟ 20 سانتی متر یعنی 2 دهم متر یادتون هست که واحد ها همه باید به واحد های استاندارد تبدیل بشن 2 دهم متر به توان 2 که این کسر هم من مطمئنم برای شما محاسبه کردنش خیلی راحته و البته به عنوان تمرین هم میتونید حساب بکنید و ببینید که این کسر برابر میشه با چهار و نیم ضرب داره ده به توان پنج خب واحد میدان الکتریکی چیه؟ خب به نظر میرسه که من اینو یادم رفته بود بهتون بگم برای به دست آوردن واحد میدان الکتریکی خب یه راه خیلی ساده اینه که واحد کار رو به دست میدونیم چیه یعنی واحد کا هست نیوتن متر دو بخش بر کولن دو اینجا هم که یه کولن روی صورت داریم مخرج هم که متر به توان دو داریم این با این ساده میشه این هم با یه دونه از اینا ساده میشه و میشه نیوتن بر کولن یک راه دیگه هم اما ما داریم ما همین چند لحظه پیش دیدیم که میدان الکتریکی برابر بود با نیروی وارد بر یکای بار مثبت یعنی یک بار رو میذاریم یک نقطه نیروی برش رو به دست میاریم و این دو رو به هم تقسیم میکنیم و میدان الکتریکی در اون نقطه به دست میاد خب واحد نیرو هست نیوتون واحد بار هم هست کولن پس میشه نیوتون بر کولن یعنی واحد میدان الکتریکی خب یه تمرین خیلی ساده ما الان تونستیم از میدان های الکتریکی حل بکنیم حالا من میخوام یک نکته دیگرم بهتون بگم و اون اینکه میدان ناشی از چند بار الکتریکی چجوری به دست میاد یعنی من اگر مثلا دو بار الکتریکی در صفحه داشته باشم در یک نقطه از صفحه میدان الکتریکی چه شکلیه جوابش هم خیلی ساده است بذارید با یه مثال مثلا بگم مثلا من یک بار مثبت کیو اینجا دارم و یک بار منفی کیو هم اینجا دارم که این منفی این مثبته و میخوام ببینم مثلا میدان الکتریکی در این نقطه که روی خطیه که این دوتا رو به هم وصل میکنه چقدره خب خیلی ساده است جمع برداری همه میدان ها یعنی این،, این, قسمت رو یه خورده دقت بکنین یعنی من اول از همه فرض میکنم که انگار بار Q1 نیست ببخشید بار منفی کیو نیست و میبینم که ناشی از بار مثبت کیو اینجا چه میدانی ایجاد میشه چه میدانی ایجاد میشه تست آزمون اگه صورت بدیم میبینیم که یک میدان در این راستا ایجاد میشه و اندوزش رو هم میتونیم به دست بیاریم بعد میام فرض میکنم که حالا اگر این بار مثبت کیو نبود ناشی از این بار منفی کیو اینجا چه میدانی ایجاد میشد دوباره تست آزمون انجام میدم یه بار مثبت کوچولو میذارم اینجا و میبینم که در سم جهت راست بهش نیرو وارد میشه یعنی میدان ناشی از منفی کیو هم در همین جهته و مثلا یه همچین چیزیه حالا مهم نیست اندازشون رو باید دقیق حساب کرد و وقتی این دو رو به دست آوردم اسم اینو میذارم مثلا ای دو اسم اون یکی هم ای یک ای کل در این نقطه که من الان با یه رنگ دیگه مثلا میکشمش این مساوی هست با ای یک به علاوه ای دو یعنی جمع برداری همه میدان ها پس در هر نقطه از فضا فقط و فقط یک میدان الکتریکی وجود داره که ناشی از جمع که یعنی در حقیقت برابر جمع برداری همه میدان که از بارهای مختلف در اون نقطه از فضا ایجاد میشه خب حالا که اینو یاد گرفتیم میتونیم مسئله های خیلی متنوعی از میدان های الکتریکی رو حل بکنیم خب پس حالا بذارید من خیلی سریع یک مثال دیگه هم از یکی از مثال های کتاب رو در مورد میدان های الکتریکی که دو تا بار توی صفحه داریم حل بکنم و تجسم بارهای الکتریکی رو اصلا بذاریم برای جلسه بعد و این جلسه رو با همین محاسبه میدان های الکتریکی ناشی از بارهای مختلف تموم بکنیم مثال کتاب اینه که میگه من یک بار Q1 مساویه با مثبت چهار میکروکولن اینجا دارم و یک بار Q2 مساویه با منفی 6 میکروکولن هم اینجا دارم و بعد میگه که فاصله این دو بار از هم هست 8 سانتی متر بعد حالا از ما خواسته که میدان الکتریکی رو در فاصله دو سانتی متری سمت چپ این بار Q2 یعنی مثلا یه همچین جایی حساب بکنیم یعنی میخوایم ببینیم میدان الکتریکی در این نقطه از صفحه چه جوری هست خب بیایید از همین روشی که من الان گفتم پیش بریم اول من فرض میکنم که اصلا Q2 نیست و نوشی از Q1 میخوام ببینم چه میدانی اینجا ایجاد میشه خب جهت میدان کدوموریه آفرین اگر بار مثبت من اینجا بذارم نیرو در این راستا بهش وارد میشه پس من یک میدانی در این راستا دارم اسمش رو میذارم E1 حالا فرض میکنم که Q1 نیست و حالا میخوام ببینم ناشی از کیو دو اینجا میدان در چه جهتی ایجاد میشه خب دوباره اگر من یک بار مثبت اینجا بذارم نیرو بهش به سمت چپ وارد میشه یعنی به سمت کیو دو پس میدان در این جهت هست اسم این رو هم میذارم ای دو خب حالا تنها کاری که باقی مونده اینه که اندازه این دو میدان رو حساب بکنیم میدونیم که ای 1 اندازش هست کا کیو 1 تقسیم بره دی به توان دو یا بذارید اسمشو بذارم دی یک یعنی فاصله یک از این نقطه و ای دو اندازش هست کا کیو دو تقسیم بر دی دو به توان دو درسته؟ خب اول از همه ببینید که ما خیلی راحت میتونیم تشخیص بدیم که ای دو بزرگتری یا ای یک چرا؟ چون اولا دی دو دو سانتیمتره اما دی یک یعنی فاصله یک از این نقطه هست هشت به علاوه دو سانتیمتر یعنی ده متر. سانیان کیو دو اندازش بزرگتر از کیو یک در نتیجه ای دو خیلی بزرگتر از 1 که ما بدون محاسبه میتونیم اینو بفهمیم چون هم صورت کسر بیشتر شده هم مخرج کسر کمتر شده با این همه ما میتونیم خیلی راحت این دو تا کسرو اصلا حساب بکنیم کا 9 ضرب در 10 به توان 9 واحدش هم یادتون باشه بذارید دی من نمیذارم Q 1 یعنی 4 ضرب در 10 به توان منفی 6 تقسیم بر 10 سانتی متر یعنی 10 به توان منفی 2 متر به توان 2 هم که واحدش بود کولن این یکی چی میشه این هم میشه 9 ضرب در 10 به توان 9 ضرب در Q2 یعنی منفی 6 ضرب در 10 به توان منفی 6 کولن تقسیم بر 2 سانتی متر یعنی 2 ضرب در 10 به توان منفی 2 متر به توان 2 یعنی من الان میتونم اندازه این دوتا رو هم حساب بکنم شما خودتون هم میتونید سریع حساب بکنید هم برید توی کتاب درسی ببینید که ای یک اندازش فکر کنم می‌شد 3 و 6 تاام زب در 10 به توان 6 نیوتن بر کولن و E2 اندازه‌اش می‌شد 135 زب در 10 به توان 6 نیوتن بر کولن و چون این دو بردار در خلاف جهت هم هستند میدان الکتریکی نهایی حاصل برابر تفاضل و چون E2 بزرگتر از یکی در این جهت خواهد بود پس ای نهایی در اون نقطه مساوی میشه با ای دو منهای ای یک که این مساوی میشه با صد و سی و یک ممیز چهار ضرب در ده به توان شیش نیوتن بر کولن درسته؟ خب اینا رو حتما خودتون عددها شد یعنی یک بار دیگه برای خودتون حساب بکنید چون کار کردن با عددها در الکتریسیته خیلی مهمه که بتونید باهاش ربون بشید خب جلسه امروز هم تموم شد در این جلسه ما هم با هم دیدیم که میدان الکتریکی چیه همین که فرمول میدان الکتریکی چی هست میدان الکتریکی ناشی از بارهای مثبت و منفی چجوری به دست میاد و اگر چند بار در صفحه داشتیم میدان الکتریکی در هر نقطه حاصل جمع میدانهای الکتریکی ناشی از تک تک بارها با فرض اینکه هیچ بار دیگه در صفحه نباشه است خب در کلاس درس بعدی میبینمتون خداحافظ